به نظر میاد خوشمزه است، نه؟ خیلی خیلی خوشمزه است. بهش میگن کوکونت کریم پای، پایی که با کرم کاسترد و نارگیل درست شده. سه مدل مختلف پای رو اینجا بهتون معرفی میکنم. پامکن پای، پایی که با کدو درست شده، البته کلی توش ادویجات داریم. این یکی مثل این که خیلی خوشمزه شد چون همه خیلی خیلی خوششون اومد و کلش هم خوردن. خب اینا همه مال تنکسگیوین و عید شکرگزاریه و بچه ها اینجا دارن امتحان میکنه اینا رو که به من بگن کدومشون خوبه. خب چطور بود؟ خب میگن که ما پسرم میگه که من خیلی پای کدو دوست ندارم اما این خیلی خوشمزه است میخورم. How do you like it, man? Cinnamon. Quite good. Really good. Crust is so good. گفتم اسلایسش کن. یه اسلایسش هم میکنیم. این پای گردوی ما اومده خونه دوست عزیز و گرامی. و پای آخریمون که با گردوی آمریکایی به نام پکن و یا پیکان درست شده، بادر پیکان پای. خب اگه آماده اید قراره که با هم دیگه امروز یاد بگیریم چطور کراست پای به این خوشمزگی رو در بیاریم. خب قراره امروز با هم دیگه پای درست کنیم. البته این پای رو که من درست میکنم اول کراستش رو درست میکنیم، یعنی اون قسمت بیسکویتش رو درست میکنیم و بعد میتونیم توی اون رو با هر چی دوست داشته باشی پر کنید. و اساس درست کردن پای رو دیگه همینه و میبینینم که خیلی هم حالا راحت درست میشه. در صورتی که شما مثل من که فکر میکنین پای درست کردن سخته و اگر و دوست دارینم که درست کنین و معمولا میرین بیرون میخرین، براتون که خبر خوشی دارم. واقعا هم درست کردنش خیلی راحت، یعنی کافیه که یه بار شروع کنید درست کنید ببینید چه کار راحتی بود، برای چی میرفتم اینا بیرون میخریدم. خب بیاییم با هم درست کنیم. خب برای درست کردن یه کراست خوب که بخواد اینجا فلیکی در بیاد، برگه برگه بشه، چی میگن لایه لایه در بیاد، یه سری چیزها رو فقط باید رعایت بکنیم و وقتی که اونا رو رعایت کنیم میبینیم که خیلی پای خوشمزه ای هم در میاد. و تازه اینم بهتون بگم این خمیر رو میتونید جلوتر درست کنیم و حتی اینو توی فریزر تا یک ماه دو ماه هم نگه دارید، یعنی دیگه به این راحتیه. همچین اگر دیدید مهمونی چیزی میاد یا توی خونه به دسر احتیاج دارید، خمیر رو از شب قبل در بیارید و بذارید که آب بشه و درست کنید. چند تا چیز احتیاج داریم و همه چیزام هم خیلی ساده است که احتیاج داریم. آرد همه منظوره و یا all purpose احتیاج داریم. احتیاج به کره داریم، یه مقدار آب، سرکه اگر توی خونه دارید سرکه سفید و یا سرکه سیب هم باشه خوبه و یا اینکه آب لیمو. اگر دارید دونه از این پیستری کاترا که خوبه، اگر هم نداشتید با چنگال میتونید این کار انجام بدید. ما 2.5 پیمونه آرد احتیاج داریم و 2.5 پیمونه رو هم اینجا علک میکنیم. یه مقدار هم نمک احتیاج داریم تا یادم نرفته. خب یک مسئله ای هم راجع به کره اینجا بهتون بگم. برای پای اصلی، یعنی رسیپی پای اصلی، معمولا از شورت رینگ استفاده میکنن. حالا شما که در ایران هستید میتونید برید پیش قنادی ها اینا بپرسید ببینید چیزی معادل این شورت رینگ در اونجا دارن یا نه، ولی در صورت اینجا تو همه سوپرمارکت ها میتونید اینو پیدا کنید، شورت رینگ و یا لارد. لارد هم البته چربی گوشت خوب که خب خیلی ها ممکنه نخوان بخورن، ولی این مال سبزیجاته، خب خیلی ها ممکنه اینو بخوان استفاده کنن. رسیپی اصلی همه پای ها معمولا فقط از شورتنینگ و یا اینکه لارد استفاده میکردن، ولی خب دیگه الان مردم دیگه نمیخوان یه سری چربی ها رو استفاده کنن، میدونن که یه سری چربی ها بده و خیلی هایی رو فقط با کره درست میکنن. حالا در هر صورت ما اینجا یه چیزی بوده 230 گرم کره احتیاج داریم که این 230 گرم کره رو میتونید این همینطوری که مثل من که من الان خوردش کردم این شکلی خوردش بکنید و آماده بذارید. البته من اینجا 130 گرم کره ولی 100 گرم هم شورتنینگ توش استفاده کردم، یعنی مخلوطش کردم. شما مگه دوست داشته باشید میتونید نصف نصف بکنید این رو و یا اینکه اصلا همش با کره درست کنید، چون من همه اینو با کرم درست کردم و میدونم که خیلی هم خوب در میاد. ولی حالا شورتنینگ دارم و میخوام شورتنینگم هم استفاده کنم. در صورت فقط اگر بعضی وقتا میرید توی از مغازه میخرید و میبینید که خیلی بیسکویتش یا اون شیرینیش خیلی ترده، به خاطر اینکه از شورتنینگ و یا لارد استفاده کردن. حالا ما بخوام یه مقدار اینو چی میگن سالم ترش بکنیم، نصف نصف من استفاده دارم میکنم. آردمون هم حتما علکش میکنیم. یه قاشق غذاخوری شکر، یه قاشق چایخوری هم نمک.
سه تا قاشق غذاخوری بهش روغن مایه سبزیجات استفاده میکنم، vegetable oil بهش اضافه میکنم. اینم به خاطر این هست که ما میخوایم کره رو توی این مخلوط کنیم، آرد همه کره رو به خودش جذب نکنه. وقتی که یه مقدار بهش روغن اضافه میکنیم، این کمکش میکنه که کره جذب آرد نشه و اون کره باقی بمونه که بتونه توی گرما چی میگن آب بشه و اون فلیکینس یا اون لایه لایه شدن رو به پای ما بده. خب اگه تا اینجای این ویدیو رو دوست داشتید، یادتون باشه که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگ و فشار بدید تا برای ویدیوهای بعدی شما رو خبردار کنه. کره رو میریزیم. البته همه میگن که کرهتون خیلی سرد باشه، ولی به نظرم میاد که یه ذره به دمای اتاق رسیده، مخصوصا 10 دقیقه تو اتاق بوده اون قدم نبوده. خب اگه چنگال داریم با پشت چنگال اینو کاملا مخلوط کنیم. اگه با فود پروسسور میخواید این کار انجام بدید، حتما بذارید که کرهتون توی فریزر یه 10 دقیقه یه روبی بمونه که کاملا سرد بشه. ولی اگه قرار با دست این کار انجام بدید، همین که من گفتم بهتره براتون که انجام بدید. خب اینجا ما یه چهارم پیمونه آب سرد داریم. یه چهارم پیمونه آبمون رو با دو تا قاشق سرکه سفید من میخوام مخلوط کنم. دارم پایی درست میکنم که رو بازه، یعنی روی اون رو نمیخوام خمیره بذارم، پس این رو تقسیم به دو میکنم و برای دو تا کاسم استفاده میکنم. ببینید از همین حالا میتونیم بفهمیم که این لایه لایه است. من اینو برای یکی دو ساعتی میذارم توی یخچال بمونه و یا اینکه اگر عجله دارید میتونید 20 دقیقه رو تو فریزر بذارید. خب خمیرمون یک چیز حدود 2-3 ساعتی توی یخچال مونده و حالا وقتش هست که بخوام این رو بازش بکنم. ما این خمیر رو خوبیش به اینه که میتونیم همیشه زودتر درست کنیم و بعد وقتی که میخوام پای رو آماده کنیم این رو بپزیم. ظرفیرم که من انتخاب کردم اینه، توش هم کمی کره مالیدم. اگر دوست ندارید کره بمالید میتونید توش کمی آرد بریزید. برای باز کردن این خمیر باید کمی صبر و حوصله به خرج بدید، چون که توی این کره زیادی داره. دمای اتاق اگه گرم باشه خمیر خیلی سریع نرم میشه، پس حتما یادتون باشه اگر خمیرتون خیلی نرم شد اونو بذاریدش توی یخچال که خنک بشه. اگر فکر میکنین سخته براتون به این شکل باز بکنید، میتونید اون رو لایه کاغذ روغنی و یا پارچمنت پیپر بذارید و بعد باز بکنید و هر جایی که احساس کردید خمیرتون خیلی نرم شده اون رو برگردونید توی یخچال تا خنک بشه. خمیر رو که باز کردیم میذاریم توی ظرف پای و حتما بعد از اینکه خمیر رو شکل دادید، حالا به هر صورتی که دوست داشته باشید، میتونید اطرافش رو تزیین کنید. بعد حتما ظرف پای رو بذارید توی یخچال که خمیر کاملا سرد بشه. توی این کره زیادی استفاده شده و باید کاملا سرد بشه و خمیر خودش رو بگیره. در این مرحله فقط میخوام بهتون نشون بدم که چطور میتونید کراست پای رو بپزید قبل از اینکه فیلینگ رو بهش اضافه بکنید و برای اینکه بخواد اون شکلش رو حفظ بکنه یه سری کارا رو باید انجام بدیم. چون که توی این هنوز ما هیچی نذاشتیم که این بخواد شکلش رو حفظ بکنه، من یه دونه کاغذ آلومینیوم پوش میذارم و توی اون یه چیزی میریزیم که سنگین باشه که این پف میکنه بالا نیاد و اینو نگهش داره. حالا لوبیا، برنج، هر چی داشته باشید فرقی نمیکنه. به هر حال یه چیزی توش میریزیم که فقط این سنگین باشه که بگه میخوایم اینو بذاریم توی فر. خب یه 10 دقیقه این رو میذاریم توی دمای 400 درجه فارنهایت که با همین ظرفش اینطوری بمونه و بپزه.
بعد از 10 دقیقه میتونیم اینو درش بیاریم و اینو میذاریم که 10 دقیقه دیگه هم توی دمای 375 درجه فارنهایت این بار بپزه. اگه میخواید که بیرون این کاملا قهوه‌ای بشه دیگه اینقدر میتونید بذارید که تا این کاملا کریسپی بشه. ولی برای این نوع که من دارم پای درست میکنم، چون این دوباره باید بره توی فر، من فقط یه دور اینو میپزم، یعنی هم اجازه نمیدم که خیلی این قهوه‌ای بشه، چون بعد از این که مواد داخل این ریختم و وقت این دوباره باید بره توی فر و خب بیشتر میپزه و قهوه‌ای میشه. ولی اگر دیگه احتیاج نیست که این برگردی بره توی فر و فقط موادتون باید بره توی یخچال، میتونید که کاملا اینو بذارید که کریسپی بشه، برشته بشه و قهوه‌ای بشه، بعد این رو بخواید که بیارید بیرون. پای کراستمون که آماده. خب این هم رسیپی کامل برای درست کردن یک کراست خیلی خوشمزه که پایه همه پای ها میتونه باشه. در ویدیو بعدی بهتون نشون میدم که چطور فیلینگ های خوشمزه برای پایتون درست کنین، اما توی این رو فعلا میتونید با هرچی دوست داشته باشید پر کنید. امیدوارم که حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو حتما سیو کنید که تا ویدیوی بعدی که فیلینگ ها رو بهتون نشون میدم اینو آماده داشته باشید. نوش جان. اینم کوکونات کریم پای، حالا میذاریم توی یخچال که این کاملا ست بشه. سه تا پای مختلف درست کردیم تقریبا میشه گفت که با یه جور خمیر. این یکی رو با کدو درست کردیم، این یکی رو با گردو درست کردیم و کره، و اینم با نارگیل و کاسترد. این یکی رو بهش میگن بادر پکان، پامکن پای، این یکی هم میشه کوکونات کریم.